زمینی پوست کندن چه کیفی داره؟ میگم سیب زمینی پوست کندن چقدر حال میده؟ خانوما خسته نشین، یکی تو نشسته مینویسه، یکی تو نشسته لم داده داره میخونه. بابا یکی تو ملنشین به من کمک کنین. ببخشید داداش، به خدا ببین من بعد اینا رو غلطگیری کنم ببرمشون برای تایپ. وای 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 چه شگفت‌انگیز، یه باند قاچاقو گرفتن، همه‌شون هم سابقه دار بودن. از بچه 14 ساله توش بوده تا پیرمرد 73 ساله. اون بچه 14 ساله رو بگو سابقه دار بوده، نگاه کن. ببین به نظر من همه قاچاقچی‌ها رو باید بکشن. موافقم. آره باید بکشن همه رو. نه به نظر من خسته میشن همشونو بکشن، باید سردسته‌هاشونو بکشن. آخه اون وقت دیگه چه فایده داره؟ ببین اونایی که باقی میمونن اون وقت خودشون میرن میشن سردسته، بعد یه دوباره روز از نو روزی از نو. موافقم. رشد میکنم. میگم تو که داری مینویسی مثلا چرا فکر نمیکنی به جای نوشتن؟ ببین آدمی که خلاف میکنه، قاچاق میکنه، قلباً دوست نداره قاچاق کنه به نظر من، ولی مجبور میشه این کارو بکنه، میفته تو مسیر مجبوری. یعنی چی مجبور میشه؟ من نمیفهمم یعنی چی مجبور میشه. مگه اسلحه گذاشتم پشت کلش که مجبور بشه؟ اصلا هم اینطوری نیست. من با تو کاملا موافق نیستم، مخالفم. خودم با خودم مخالفم، به همینجوری یه چیزی گفتم. غلام من نگاه کن، دارم سیب زمینی رو نگاه. منو نگاه کن. بله. تو به من قول دادی ها. بابا من برای خودم که نمیگم، من برای میگم یعنی این که خواهر منه یاد بگیره چیزی از من که یه جانبه قضاوت نکنه، بره بگرده جامعه رو کالبد شکافی بکنه، ببینه گرفتاری اون قاچاقچی چی بوده که افتاده تو این مسیر. خب میخوای بهت بگم گرفتاریش چی بوده؟ میدونی؟ آره میدونم. بگو اگه میدونی. ببین گرفتاریش این بوده که میخواسته یه مقدار پول زیاد بی زحمت به دست بیاره. راست میگه. آره کاملا موافقم، کاملا. نه اونجوری نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن چه قیافه‌های وحشتناکی هم داره. اصلا میترسه اصلا اینا رو میبینه. بده منم یه خورده بترسم. واقعا دیدی چقدر ترسناکن؟ اینو ببر به مونس خانم نشون بده. وا مونس خانم برای چی؟ اکثر رو که نه که میترسه، که زیر اکثر رو نوشته کپسول اکسیژن پر مینماییم، زودتر از همه، از اونتر از همه، برو بیایید. راست میگه. اینو داریم میخونیم ما میکشی ها. من یه دقیقه اینو ببرم به مونس خانم نشون بده. داریم میخونیم. الان من میارم. وا این مگه الان نگفت با این کوفتا رو بنویسم سری ببرم تایپ کنم؟ چی شده دفعه فر زد فرار کرد رفت پری؟ خب لابد این مهمتره دیگه، چه میدونم. سلام.
سلام. سلام خانجه خانم، شما چطوری؟ چه عجب از این طرف ها. خواهش میکنم آقا فرشاد تشریف دارن؟ اتفاقی افتاده؟ نه. پس چه کار داری با فرشاد؟ راستشو بخوای یه چیزی توی روزنامه هست که میخوام بهشون نشون بدم. خب به من نشون بدین، من بهشون میگم. نه آخه نمیشه، باید حتما به خودشون نشون بدم. جدی؟ بله. آقا فرشاد. بله. تشریف بیارین دم در، کارتون دارن. دستم بنده، مهمه. شما تشریف بیارین، خودتون متوجه میشین. خیلی ممنون. میخواید شما هر جور راحتی میخواید تشریف ببرید داخل، من نخواهم مزاحمتون بشم. نه خیر، من همینجا هستم در خدمتتونم. خواهش میکنم، برای هر جور راحتی. نه مزاحمت نیست، شاید شما ناراحتی. نه من ناراحت نیستم. بله بفرمایید. این خانم با شما کار دارن. سلام. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ بد نیستم. خواهش میکنم. کی با من کار داشت؟ همه قنچه خانم. ایشون؟ بله. بفرمایید. حال شما خوبه؟ یه بار که گفتم بد نیستم، چند بار میپرسین؟ چطور مگه؟ آن هیچی، من یه مطلبی توی این روزنامه بود، خواستم بهتون نشون بدم که احساس کردم که براتون خیلی جالب خواهد. ببینم. بفرمایید. نوشته که کپسول اکسیژن رو ارزون تر بار میکنن. خب. خب به نفعتونه دیگه اینجوری؟ به نفعتون نیست؟ من خودم آشنا دارم، میان همیشه این کپسولا رو خودشون میبرن پر میکنن، برمیدارن میارن، ارزون تر از همه جا، جای جدید نیازی ندارن. بفرمایید. خواهش میکنم، به هر حال این وظیفه من بود، خواستم که بیارم بهتون نشون بدم. خب آره، چرا به من نشون ندادین؟ ها حتما باید فرشاد میدید. بله. نه خیر، به خاطر اینکه خب به هر حال معمولا آقایون میرن کپسولا رو پر میکنن، به خاطر همین گفتم که به آقا فرشاد بگم بهتره. بعدم که دقیقا همین بالاش یه خبری در مورد دستگیری چند تا قاچاقچی چاپ شده بود، گفتم که به آقا فرشاد بگم که مواظب خودشون باشن. یعنی چی من مواظب خودم باشم؟ رو چه حسابی؟ من قاچاقچی ام یا دوستا و رفقام قاچاقچی ان که آوردین برای من جالب باشه؟ چی مواظب باشم؟ چی باشم؟ نه خب گفتم که شاید خبرش براتون جالب باشه. همین. نه نه اصلا برای من جالب نیست. شما یه لطفی بکنین این روزنامه رو نشون برادر شفیقتون آقا غلام بدین، فکر میکنم برای ایشون جالب تر باشه. خب حالا چقدر ناراحت میشین؟ معلومه ناراحت میشم، معلومه ناراحت میشم. بچه هم اینجا محل کار، خواهش میکنم دیگه نیاین اینجا منو بخواین و اینا. خیلی ممنون. خواهش میکنم. شما امری نه. نه خیر، کاری ندارم با تو. خیلی ممنون. خدافظ. کجا آمدی؟ بنابر خدا. چی شد؟ روزنامه رو به مونس خانم نشون دادی؟ آره. اتفاقا خیلی هم تشکر کردم. چقدر این خبر دستگیری قاچاقچی ها براشون جالب بود. میگم کاش یادت انداخته بودم میری بیرون یه چاقو تیسکن میگرفتی. این چاقو کن شده نسرین، بعد نمیبره، یعنی پوست نمیکنه. من این با این شرایط نیستم سیب زمینی رو. ای بابا قلمون که تموم شد دیگه، چاقو تیسکن میخوای چی کار؟ خب چیزه، میگم اگر که میخوای من برم از مونس خانمینا بگیرم. ها؟ ها؟ از مونس خانمینا. کپسول نگفتم، با کپسول جدیدن گفتن نمیشه سیب زمینی پوست گرفت. چاقو تیسکن بهزادینا دارن، کله دارن، کله پزی، از اونا باید بگیری. خب نه ببین اصلا من الان عجله دارم، یعنی بعد همه اینا رو ببرم، الان ببرمشون بدم تایپ کنم. عجله کدومه؟ داری میری چاقو تیسکن بگیر بیار، بعد میری به کارت میرسی. وای وایسا، میام. خب الان این به چی رفته؟ این جدی جدی رفت یعنی چی؟ با میرفتی که بابا جان، آخه اون چهار تا دونه سیب زمینی چاقو تیسکن میخواد چیکار؟ اصلا من خودم که دارم میرم خونه خاله اینا یه چاقو تیسکن میخرم که تو خونه داشته باشیم. تموم شد دیگه. اصلا الان خاله مهم نیست، عمه مهم نیست، چاقو تیسکن مهم نیست. حرف من مهمه که با کله شلب شوب خود زمین. این خواهر کوچیک منه، باید به حرف من گوش کنه. ای بابا حالا فعلا که گوش نمیکنه. باید بفرما، اومد که گوش کنه. من دوباره زنگ میزنه، نگاه کن.
میشناسه. خب در وا کن. پشیمون شد اومد سری بگه من نادمم. پشیمونم اصلا تو برو در باز کن. اومدم آبجی. ای بابا. من مثلا قیافه ایرم شاکیم. بله. اومدم اومدم. سلام علیکم. سلام. ببخشید معذرت میخوام. ماشین گشت و شد میشد نمیشد با این کارتونا بیرون وایسم. سعید توی سعید؟ آره ببین غلام وسط جنسی آوردم کل تهران سر تکونی. میدونی چقدر مایه میتونی مشتریات بگیری؟ میدونی مایه چقدر میتونی بگیری؟ وفوره ها کل تهران زیر رو کنه نمیتونی گیرت بیاد. وفور کدومه؟ مایه کدومه؟ تو که میدونی کار ما چه جوریه. ما همه قیمتی که تو میخریم میریم دست مشتری. این چیزا چیه داری میگی غلام؟ یعنی چی این حرفا چی میزنی؟ من که یه عمر دیوونه شدی؟ دیوونه کدومه؟ من عادتمه همیشه تو همه قیمتی که میخرم میدم دست مشتری. چی رو همه قیمتی که میخرم میدم دست مشتری؟ الان اینا میدونه چقدر مایشه؟ همون قیمت میدی دست مشتری تموم شد؟ آقا آقای محترم این چیزا به درد ما نمیخوره. چی رو به درد ما نمیخوره؟ میدونی کل مایش توشه یه میلیون، هر جبه یه میلیون مایه داره توش. چی رو به درد ما نمیخوره؟ گفتم به درد ما نمیخوره. برو بذار یه میلیون، برو بذار اون تو، من یه کاریش میکنم. یعنی چی؟ یعنی چی ما یه کاریش میکنیم؟ یعنی چی؟ یعنی چی نره؟ من الان گفتم چی؟ گفتم همین مایه که میخریم میدیم دست مشتری. باز میگه یعنی چی؟ چی رو به دست مشتری؟ هر کدوم اینا میدونه چقدر حق دلالی منه؟ کل تهران زیر رو کرم آوردم دو دستی بدم به تو. من حق دلالی تو یا یه گورستونی میارم قلکمو میشکونه میدم. میدونی 60,000 تا قلک باید بشکونه دلالی منو بدی؟ من 20,000 تا قلک دارم به تو چه؟ من یه کاریش میکنم. نه خیر آقا یه کاریش نمیکنه، اینا به درد ما نمیخوره. ما نمیتونیم اینا رو بفروشیم، نمیتونیم هیچ کاریش بکنیم، اصلا به دردمون نمیخوره. همینجوریه اینجوریه. نه یه جور دیگه است. برو بزن. نه آقا به درد ما نمیخوره. گفتم بیاین بریم بیرون. بابا تو چی میگی؟ این چی میگه؟ پیدا میکنم. گفتم بیاین بریم. پلیس. بله پلیس. غلام یه دفعه یاد باشه یه بلایی سرت بیارم. به گلدار میخوام بگی. بیرون. بلایی سرت بیارم، یه بلایی سرت بیارم. به گربه بگی خوانده ای. صبر کن. آخه چرا این کارو کردی؟ اگه این طفل معصوم میرفت بیرون میگرفتنش، تو به وجدانت چی میخواستی بگی؟ طفل معصوم؟ اصلا همون بهتر که میرفت بیرون میگرفتنش. مگه تو اصلا به من غلام قول نداده بودی که دیگه از این کارا نکنی؟ چرا؟ خب چی شد؟ من نگفتم یه دفعه من گفتم خورد تو دور این کارو خط میکشم. تو میدونی چقدر سود و استفاده واسه من داشت؟ ای بابا من اصلا این سود و استفاده رو توی خونه نمیخوام. کیا باید ببینم؟ نسرین ولی من میخوام. تو میذاشتی این پارتی جنسم میابود، من میفروختم به جون خودم دور این کارو خط میکشیدم. اصلا حرفشم نزن غلام، اصلا حرفشم نزن. ببین برای آخرین بار دارم بهت میگم، یا من یا کار خلاف. کدوم؟ بابا نسرین من این کارم اصلا خلاف نیست به جون خودم. ببین من کارم اینه که یه مقدار دارو رو میرسونم در لحظات آخر به دست اون نیازمند مریضی که داره تو مریضی غرق میشه، نجاتش میدم. غلام تو فکر کردی من نمیفهمم؟ تو فکر کردی من بچه‌ام؟ بابا کاری که تو داری میکنی از اون قاچاقچی که تو این روزنامه نوشته بود بدتره. ببین غلام من دارم بهت میگم و واقعا دارم بهت میگم. ببین آخرین بار دارم بهت میگم. بفهمی. یا من یا کار خلاف. حالا خود دانی. خب معلومه که تو داری الکی به میگی. بابا من به جون خودم تو رو با تمام خلافای دنیا عوض نه تو رو با پول تمام خلافای دنیا عوض میکنم با تمام سود و استفاده و منفعتش. دیگه چی بگم؟ جمله قشنگتر از این درست میگی؟ آره واقعا داری راست میگی؟ آره دیگه. یعنی غلام تو الان به من قول میدی، واقعا به هم قول میدی که دیگه دنبال کار خلاف نری؟ قول غلام آه خیلی ممنون همسر متهمم. من دارم وظیفه‌مو انجام میدم. شاق
کار شاخ که نکردم. واقعا خیلی ممنون. من میخوام به تو بگم خیلی ممنون. ببین قلم، یعنی تو با این کارت واقعا منو خوشحال کردی. دو تا قلقل گفتیم خوشحال شدی. خب ببین الان خوشحالترت هم میکنم. آرش میگی؟ الان میرم چاقو تیسکن و سه سود میگیرم میام سیب زمینی پاک میکنم دیگه خیلی خوشحال شدم. بابا قلام این دیگه تموم شد، تو بند کردی به این چاقو تیسکن. گفتم الان من میرم خونه خاله اینا سر را میگیرم که تو خونه داشته باشیم. ول کن. گیری کنیم آخه فهمیدم. ببین چاقو در خانه باید همیشه تیز باشه. چرا؟ خب بگو چرا؟ چرا؟ یه چرا هم بگو منو خوشحال کن. چرا؟ گفتم میرم میخرم، حالا چرا؟ نخر پول بچ. ببین چاقو باید تیز بشه. اومدیم ما همین الان. خب ابتدا به ساکن یه دوزی اومد نشست بغل من. نباید چاقو تیز بشه. من وایسم میشه دوزم نگاه کنم. قلم یعنی تو اگه دوز بیاد تو این خونه روش چاقو میکشی؟ نه مثلا ببین چاقو که تیز باشه دوز نمیاد دیگه. ببین دیگه من برم بگیرم بیام. گیر نده دیگه پی. سلام علیکم آقا بهزاد. سلام علیکم گلچهره خانم. وقت عالی متعالی. سلام آقا قلام. قربونت برم. بهزاد جان ببخشید، گلچهره خانم ببخشید، من یه لحظه میخواستم وقت تلفنتون رو بگیرم. ببخشید مگه منزل خودتون تلفن نداری؟ چرا منتها نمیدونم چیه که یک دفعه یک مشکلی براش پیش اومد، دوچاره مشکل شد. بزن. اگر مشکلی از من زنگ نزنم. نه خودم چه کوچیکم. بزن آقا تلفن تعلقه به خودت داره. بزن. اگه خانم مشکل نداری خانم بزنم فوری کوچولوه. بزن کوچیکم. بزن قابلت رو نداره بابا. الو سعید، من اینجا راحت نمیتونم صحبت کنم. سعید جان، میگم به جای سعید میگم یه چیزی. ببین، چیز کن، ببین تو گیر نده، گیر نده با زن همه خوب معلومه شاکی میشه، با کارتون های رفت اومده تو شاکی میشه، معلومه غور میزنه. ببین چی بهت میگم، ساعت 5 این قراره بره خونه خالش، تو 5:30 اینجا باش، بکنیم حدود 2 ساعت دیگه میشه، ساعت الان اینجا نیست. 2 ساعت 5:30 آره تو اینجا تو چی کار داری؟ تو همه رو بیار، بازم بیار، من یه جایی جاش میدم پیدا نمی کنه. پیدا نمی کنه با من؟ به تو چه این کارو تو وظیفه ده انجام بده، حمالی تو بکن، گیر نده به من. خدافز عزیزم، عزیزم خدافز. بای بای. دست شما در نکنه، واقعا ببخشید که من مزاحم کارتون شدم. حرف چی قلام؟ بازم تو تلفن داری بزن، قابل تو رو نداره. نه دیگه دلیل نمیشه شما همسایه مایید هر لحظه من بیام مزاحم تلفن شما و وقت شما بشم. یه قربونت برم آقا شدی چیزی نمیخوری بریزم برا. دلیل نمیشه من همسایه شما بیام مف مف همینجوری سیرابی بخورم. پول باید بدم بیام بخورم. الان اگه اجازه میدید من برم، نه که همینجور بمونم. کوچیکتم تعلقه به شما داره. اجازه میدید؟ من در خدمتم. تشکر. وقت عالی متعالی. خدا نگهدار. میگم بهزاد حواست به این غلام بود؟ آره چقدر با شخصیت و وزین و آقا بود. بابا این صحبتهای تلفنیشو میگم. چطور مگه؟ با تو شواشکی با یکی حرف میزد، میخواست نسرین نفهمه، واسه همین اومده بود اینجا. یعنی میخواد کاری بکنه؟ نمیدونم دیگه اون راشو، فقط میخواست نسرین نفهمه. آخه اینه که زن و شوهرن تازه با هم ازدواج کردن، از این حرف ندارن با هم. منم از همین تعجب میکنم دیگه. حالا مطمئنی تو یه و یه دفعه اسم منو برمیگردم. خیلی خوب بیا. سلام
نسرین جون. سلام گلچهره جان، خوبی؟ بیتو ممنون، مزاحمت نمیشم. میگم نسرین جون، تلفن خونه شما خرابه؟ نه. مطمئنی خراب نیست؟ آره بابا، همین الان داشتم با تلفن حرف میزدم. پس چرا آقا غلام اومد از مغازه ما زنگ زد؟ غلام؟ غلام اومد از اونجا زنگ زد یا اینکه چاقو تیزکن گرفت؟ بابا اومد یه تلفن زد و رفت، اسمی هم از چاقو تیزکن نیاورد. بعد تلفنش هم یکم عجیب غریب بود. یعنی چی عجیب غریب بود؟ نمیدونم، مرشدم دارم اشتباه میکنم، ولی داشت با یکی قرار میذاشت. گفتم بهت بگم، حالا خودتو ناراحت نکنی یا چیز مهمی نیست. گفتم حواست بهش باشه. باش. ناراحت شدی؟ نه بابا ناراحت نشدم، اتفاقا خیلی هم خوشحال شدم. دست درد نکنه که گفتی. باشه، پس با اجازه. خواهش میکنم. ممنونم. خدافظ. کی بود؟ غلام جان. میگم تو اون موقع رفتی از آقا بهزادینا چاقو تیزکن گرفتی؟ آره. خب بعد اون وقت چرا گلچهره الان اومد دم در به من گفتش که تو رفتی اونجا و چاقو تیزکن نگرفتی؟ چاقو تیزکن نگرفتم چیکار کردم؟ گفتش که رفتی اونجا تلفن زدی. تلفن چیه؟ من رفتم چاقو تیزکن بگیرم. ولی گلچهره به من گفتش که اصلا در مورد چاقو تیزکن حرفم نزدی، فقط تلفن زدی. آره. گلچهره یادت اومد؟ ببین نسرین، من رفتم اونجا. خب که چاقو تیزکن نه، رفتم اونجا که چاقو تیزکن بگیرم بعد بیام اینجا تلفن بزنم، حواسم پرت شد. رفتم اونجا تلفن زدم، اومدم اینجا چاقو تیزکن بگیرم. چه جاله. یعنی پرت مدتی حواسم. تو چه زنی هستی؟ چرا من نمیدونم دکتر حواسم پرته؟ الان من برم چاقو تیزکن بگیرم. سلام آقا کجا؟ شازدی با شخصیه، با شور. میخوای تلفن بزنی؟ بزن. نه بذار جان، من یه بار از اینجا با این تلفن از مغازه شما زنگ زدم، برای هفت پشتم بسته. چی شده مگه؟ اولندش من هیچ زنگی از این مغازه نزدم. ببخشید آقا غلام، چرا دروغ میگین؟ زدین که. خب به اولندش گیر ندین، من از اینجا زنگ زدم. دومندشو بچسبین. وقتی یه دوست، یه همسایه، یه رفیق، یه آدم با ادب قبلش میاد اجازه میگیره و شما اجازه میدین، میان تلفن میزنه، آیا این درسته که شما داد بزنین، جار بزنین، برین اونو خار کنین، زود فتنه برپا کنین؟ این درسته؟ چی شده تو؟ چی نقدر داغ کردی؟ هیچی، من بعد هزار سال اومدم یه زنگ تلفن خصوصی اینجا داشتم، اومدم تماس گرفتم. یه عیال محترم شما پای چپ من بیرون مغازه بود، پای راستم توی مغازه بود، از جلوی من رد شده. هر چی من اینجا گفتم رفته گذاشته کف دست خانم. ببخشید آ یواشکی، خانمتون تلفن نزنید، خیلی راحت. خانم شما اصلا میدونید من برای چی زنگ زدم؟ من به کی زنگ زدم؟ من برای منظورم چی بود؟ زود قضاوت میکنین؟ من گوش کنین، من به خاطر اقتصاد جامعه خانوادم اومدم زنگ زدم. من به خاطر اقتصاد جامعه خانوادم، به خاطر خانومم بهزاد اومدم زنگ زدم. من معذرت میخوام. بس شما رفتین چغلی، روز میخوام چغلی کردین، رفتین گفتین بین یک زوج فاصله میندازیم بیرحمانه، دلتون نمیدید دلتون میاد. من معذرت میخوام کلام، معذرت میخوام، عوض بخوام. تو چرا معذرت خواهی میکنی؟ این داره دروغ میگه. خوشی دیگه خصوصی مردم به ما چی ربطی داری که آخه؟ من معذرت میخوام کلام، من عوض میخوام ازت.
اگه میخواین من ببخشمتون، معذرت خواهیتون رو بپذیرم، باید یه تلفن دیگه بزنم. خب بزن. دستتون دارم. چند بود شمارش؟ اگه ممکن... الو، چطور؟ ببین، اوضاع خورده کش میشیه، خفن در عقربه. آره، ببین خانمم خونه است، تو کارتونا رو بردار بیار، کارتونا رو، اون کارتون پینوکیو رو، کارتون پینوکیو، کارتون داروها رو بردار بیار نزدیک خونه که شدی تلفن بزنم، مطمئن که شدی خانمم رفته، میگم دارو رو بیار. خدافظ. خودت هم ببین اینقدر با حال دماغش دراز میشه. پینوکیو کارتونه، داروها رو میگم. خدافظ. چیه؟ چیه؟ هیچی. آره هیچی. اگه واقعا هیچی، این چاقو تیسکایتون رو ما بدین. خیلی خوب، بیا. قربون دستتو. بیا. اگه با... بیا اینا چاقو تیسکو. امری ندین؟ نه قربون. با اجازه. تو مگه به خالت نگفتی میخوای بری خونهشون؟ برو دیرا. چرا؟ گفتم ولی حال ندارم برم اصلا. چرا؟ حال ندارم دیگه، تازه بهش نگفتم که حتما میام. خب به هر حال زشته، خالت منتظرته. خب حالا من که قطعی بهش نگفته بودم که میام، میذارم حالا فردا میرم. الانم دیگه دیر شده، فردا میرم. فردا مثل امروز. تو ببین نباید من قطعی گفته باشی، همین که گفتی میری از دهانت کلام اومده بیرون، باید بری. تو میدونی خاله چقدر خواهرزاده‌هاشون رو عشق میبرزن؟ خب آره اونو که میدونم. خب این که خیلی طبیعیه، ولی خب من که بهش نگفتم، اونم خیلی منتظرم نیست. حالا فردا میرم، چیزی نمیشه که. برو، به نظر من برو بجم. ولی یعنی میگی تو من حتما برم؟ به نظر من خیلی حتما باید بری بجم. دیره ولی اگه میخوای بری. حالا به میگم تو چیکا میخوای بکنی که هی به من میگی بجم دیره؟ چرا میخوای منو دک کنی؟ ببین خونه خالت نمیری یا؟ خونه خالت نمیری، میشینی هم اینجا در قفل میکنم نمیری. من به خاطر خالت میگم برو. چیکار میخوای بکنی؟ اوقات آدمو چرا تلخ میکنی تو؟ خب حالا اوقات تلخ نشه، تو واقعا میگی من برم؟ آره دیگه، بجم فقط دیره. خیلی خوب رفتم. ساعتو نگاه نمی کنی؟ روزنامه می خونی؟ خیلی خوب، تو کاری نداری؟ برو، فقط من آرزوی سلامتی تو رو دارم. پس من رفتم. سلامت؟ سلامت؟ به سلامت. میگم غلام جان، روزنامه تموم شد یا باز میشه خوندش؟ غلام جان. بله. میگم تو قولی که به من دادی که یادت نرفته ای وقت، نه؟ قصد شما در نکنه دیگه، خب معلومه یادم. پس من یادت نرفته؟ اصلا یادم. برو بجون. پس من خیالم راحت، من رفتم. بای. خدا. بای. برو دیگه. کاری نداری؟ آه تو باید بگی کاری نداری، من خواستم بگم. خدافظ. کاری نداری؟ خدافظ. کاری نداری؟ نه. خدا. خدا. در رو سه قفله کن. ببند. الو، تو کدوم گوری؟ تو چرا نمیگیری من اینجوری میکنم؟ اینجوری بگیر دیگه جلو خانم، مردم تا رفت. الان بیا بجون با بجون. خدافی. مردم
نگاه از پشت در داره با تلفن همراه. اومدم تلفن همراه زنگ میزنه. اومدم سری مردم تا خانم رفت. سلام. تو چرا برگشتی؟ گلام اینقدر هوا گرمه، اینقدر هوا گرمه خفه شدم. گفتم فردا برم بهتره دیگه. آره گرمه هوا در فردا میرم. ببینم تو با کس داشتی حرف میزدی ها؟ کفش رو نه صدات از پشت در میومد با کسی حرف نه من اشتباه میکنی در رو باز نکن. چرا؟ همینجوری در رو باز نکن. مرد خونه میگه در رو باز نکن. نگو چرا آقا برای چی؟ آقا این موقع روز کی با ما کار داره؟ آقا این موقع روز چیه؟ خب از یه کسی کار داره دیگه. یعنی چی با زشته؟ اشتباه اومده خودش میره. در رو باز نمیکنه. باز کنم زشته. در رو باز نکن. زشته میگم. بابا جان در رو باز نکن. خودش اشتباه. باشه یه کاری پاشه داشته باشه. کیه؟ دستت درد نکنه. دارو آورده؟ دارو چیه؟ دارو آورده. اشتباه اومده صداش مثل رفیقمه. با سلام. این هشت ریشتر این پیدا شد که بابا. دستت درد نکنه آقا غلام. دستت درد نکنه. نفسامو بشمرو خوابمو اندازه بگی واسه زنده موندنم بهونه تازه بگی نفسامو بشمرو خوابمو اندازه بگی واسه زنده موندنم بهونه تازه بگی نه هوای عاشقی که بشکفم به اسم تو نه جنون ساده ای که بشکنم تلسم تو نفسم در نمیاد ماهو از آسمون بکر بذاریم روزن راهیشه واسه عبور من یارزه یه نفس نسیم دریای شما منم و هنجره و حسرت فریاد مهار من و تا ساحل چشمای ترن وصل کن دستات و پلی واسه خلوت این فاصله نفسم در نمیاد